سلام میکنم خدمت همه بینندگان عزیزی که در دومین روز همیاری ما رو همراهی میکنن. من مایلم هموطنان عزیز، اشرف نشان ها و اشرفی ها در داخل و خارج کشور، چند کلامی راجع به استراتژی کانون های شورشی در نوک پیکان قیام توضیح بدم، برای اینکه خب دیدیمشون که بودن، چه کار کردن. حالا ببینیم مبتنی بر چه تئوری، مبتنی بر چه استراتژی این راه رو آمدن. اجازه بدین قبل از هر چیز من خیلی گذرا اشاره بکنم که وقتی ما روز اول آمدیم تو سازمان مجاهدین، اولین درسی که به ما دادن این بود که مبارزه یک علمه، و این مهمترین درسی که بود که ما فرا گرفتیم. معنا و مفهومش چیه؟ معنا و مفهوم این دستش که جهان مادی رو برای اینکه تغییر آدم بده باید قانونمندی‌هاش رو کشف بکنه در هر زمینه‌ای، چه زمینه فیزیک، چه زمینه شیمی و در هر زمینه دیگه‌ای. استراتژی درست قماربازی نیست که ما دلمون بخواد یه راهی رو بریم بعد بگیره یا نگیره، موفق بشه یا نشه. استراتژی درست یک دانشه، دانش مبتنی بر واقعیت‌های دنیای بیرون، تیز تیز مبتنی بر رژیمی که ما می‌خوایم باش بجنگیم. جامعه آماده است، مردمی آماده جنگیدن هستند، چه زمان شاه چه زمان شیخ. میخوان رژیمو سردگون کنن، از دوره رفرمیسم عبور کردن که من دیگه نمیخوام وارد جزئیات بشم، به نقطه رسیدن که دیگه میبینن چاره جز سرنگونی این رژیم نیست. سرنگونی این رژیم رو باید فهمید چگونه باید سرنگون کرد. این خواهران و برادران و هموطنان عزیز، دانشه. یک سازمان مسئول مثل سازمان مجاهدین هرگز وارد ریسک‌های غیر علمی و به اصطلاح قمار و بگیره یا نگیره، حالا بزنیم ببینیم شد یا نشد، نمیشه. کما اینکه خب در زمان شاه هم همینطور بود. با بررسی بسیار، سازمان ما سال 44 استراتژیش رو تدوین کرد، وقتی آماده نبود 6 سال صبر کرد تا وارد میدان عمل بشه. استراتژی اگه درست باشه و ما توانشو نداشته باشیم، خواه نخواه باید صبر کنیم، آماده بشیم، چیزی عوض نمیشه. سازمان به همین دلیل با این مش و با این اندیشه وارد صحنه شده در زمان رژیم خمینی. همونطور که میدونین یه دوره اول نبرد سیاسی ما با رژیم آخوندی بود و بعد رژیم آخوندی سرکوب رو شروع کرد و مطلق کرد. ما سه مسئله بسیار مهم رو کشف کردیم، فهمیدیم، نه که خلق کردیم، نه که پیشه کردیم که بگیره یا نگیره. یک، سال 1160 در 30 خرداد 1360 ما کشف کردیم که دیگه دوره کار سیاسی تموم شده، باید وقتی خمینی سلاحو کشید مقاومت مسلحانه رو آغاز کرد. این کارو کردیم، آغاز کردیم. برادرمون مسعود آلترناتیو رو هم اعلام کرد، راه سیاسی و نظامیمون به لحاظ مقاومت باز شد. این اولین کشف صحیح ما بود. دومین کشف ما این بود که ما با شناخت رژیم آخوندی که برعکس رژیم شاه مبتنی بود، نبود حمایت خارجی، متکی نبود به حمایت خارجی به معنای آمریکا، اروپا و غیر ذالک، بلکه برای سرکوب در داخل به جنگ خارجی اتکا داشت. صدور تروریسم، صدور جنگ به کشورهای منطقه در درجه اول، و به همین دلیل عراق را هم که نزدیکترین محل بود و همسایش بود به عنوان هدف اول برای صدور جنگ و اشغال انتخاب کرده بود. روی همین حساب دیدیم که خمینی به مجرد اینکه جنگ شروع شد اونو نعمت الهی نامید. چرا نعمت الهی نامید؟ به چه دلیل کشتار مردم، بمباران؟ خمینی که میفهمید، خیلی زیرک بود، میدونست به این ترتیب جنگ خارجی رو داره آغاز میکنه با بهانه اینکه متاسفانه عراق شروع کننده حمله بوده تحت عنوان اشغال و غیر و ذالک، تا بتونه دستگاه سرکوب خودش رو سازمان بده و متکی بر این دستگاه سرکوب بتونه مردم رو در داخل، مردمی که میدونست آخوند با تمام سلولاش میدونست که مردم به زودی به عمل به خاطر عملکردهای ضد آزادیش، چون اون که میدونست آزادی کشه، اون که میدونست دعوای اصلیش با مردم و با مجاهدین خلق مسئله آزادیه، چون اون میدونست که رژیم پس افتاده قرون وسطاییش بدون سرکوب و دیکتاتوری که باقی نمیمونه، که به طور سیاسی جارو میشه و دید که داشت جارو میشد، به همین دلیل به جنگ احتیاج داشت، به جنگ خارجی. ما اینو فهمیدیم،
ما فهمیدیم که جنگ خارجی برای رژیم آخوندی استراتژیکه، یعنی اگه بذاره کنار کار ما بسیار آسون میشه و ما میتونیم از داخل با قیام سرنگونش بکنیم. ولی خب رژیم هم خیلی خوب اینو میفهمید، به همین دلیل پناه برد به جنگ خارجی و به همین دلیل جنگ ایران عراق 8 سال ادامه داد. وقتی هم که امکان آتش بس و صلح بود نپذیرفت، چون میدونست که، و خمینی هم وقتی آتش بس و پذیرفت چرا گفت جام زهره؟ به دلیل اینکه خودش میدونست که وقتی پایه جنگ خارجی رو بزنی این رژیم نمیتونه به حیات خودش ادامه بده. ما هم طرفدار صلح بودیم، صادقانه طرفدار صلح بودیم. هزار بار برادر مسعود به رژیم گفته بود بیا تو صلح کن، من اولین کسی هستم که به تو برات کف میزنم تبریک میگم. صلح نمیکنه که، به هیچ عنوان این رژیم صلح نمیکنه، چون میدونه که مرگش در صلحه. هنوز هم ببینین داره ادامه میده این جنایت هایی که داره میکنه. همین بازی واکسن، بازی کرونا، معناش پولار چه کار میکنی تو آخونده ابله جنایتکار؟ خوب داری میریزه تو عراق، میریزه تو سوریه، میریزه تو یمن، میریزه توی حلقوم حزب الله. خیلی ساده، به خاطر اینکه بدون اینا بقا نداره، که بدون جنگ افروزی بقا نداره، دستگاه سرکوبی وجود نخواهد داشت. خب ببینید ما اینو خوب فهمیدیم. در نتیجه کشف دوممون این بود که میشه ارتش آزادی بخش رو، جنگ آزادی بخش نوین رو میتونیم در عراق پایه‌گذاری بکنیم و این کارو کردیم و این یه استراتژی علمی بود، مبتنی بود، همه چیزم توش حساب شده بود. هر لحظه هم که رژیم صلح میکرد بلافاصله ما میدونستیم که امکان قیام در داخل کشور برای ما آماده میشه. خیلی ساده، به همین دلیل همیشه استقبال کردیم و شعارمون هم صلح آزادی بوده. کاملا هم تو این زمینه یک رنگ و یک رو بودیم. الانش هم برادر مسعود، الان فرید میگفتش به رژیم میگه که بیا تو سیاست خارجی به عقب نشینی کن، واپس به تمرگ. خب ما میدونیم واپس به تمرگ به چه به روزش میاد، به پذیر شرطهای پومپئو رو این ور اون ور، بمب اتمی رو بذاره کنار، دخالت کشورهای خارجی رو واپس به تمرگ. بسیار سهلتر سردگون خواهی شد ای رژیم ددمنش آخوندی. بنابراین این فهم دوم ما بود، نمیخوام زیاد وارد بحثش بشم، طولانی بشه. ولی که کشف سوم ما خواهرها و برادرها عبارت بود از کانونهای شورشی. اجازه بدیم من به شما یادآوری بکنم که وقتی ما در تعادل قوا به نقطه میرسیم که مردم میتونن مثل سال 96 یا قبل از اون، البته سال 88 قیام شد ولی که رژیم خمینی رژیم آخوندی سرکوبش کرد، متاسفانه چون رهبری درستی وجود نداشت ادامه پیدا نکرد و 8 سال یأس و ناامیدی در مملکت ما حاکم شدش، همونطوری که دیدیم، تا اینکه مجدداً کانونهای شورشی به حرکت در اومدن. ولی که در سال خواهران و برادران، در سال هموطنان عزیز، در سال 1392 دقیقاً وقتی که هنوز ارتش آزادی بخش اشرف رو در دست داشت، قبل از قتل عام اشرف، برادرمون مسعود رجوی اون موقع تئوری هزار اشرف رو مطرح کردن، به دلیل اینکه دقیقاً می‌دیدن که جامعه به سمتی داره میره که از توی این تعادل قوای جدید قیام برخواهد خواست. روی همین حساب ارتش قیام رو مطرح کردن و کانونهای شورشی که اون موقع تحت عنوان هزار اشرف بود. این کتابی هستش که مبانی مشروعیت و مرزهای سرخ مقاومت، که در سال 1399 تیر و مرداد این سخنرانی ها و این بحث ها انجام گرفته. من فقط چند خط برای شما میخونم برای این که شما بدونید که تئوری کانونهای شورشی خلق الساعه نبوده، بلکه کاملا از تعادل قوای موجود، کاملا از تعادل قوای موجود قابل پیش بینی بوده که ما به سمت چه راهی داریم حرکت میکنیم و چه افقی در مقابلمون بازه. برادر مسعود میگن که در جمع‌بندی سال 1384 زمانی که خامنه ای با احمدی نژاد رژیمش را یک پایه کرد، نان جنگ در عراق را خورده بود و سربالا میرفت، یعنی قدرتش تعادل قوا بالا بود و ما هم در آن زمان در لیست تروریستی بودیم. بنابراین در مؤسسان سوم سال 1185 بین ارتش قیام و ارتش آزادی تفاوت قائل شدیم. اما حالا دیگر صرف نظر از جنبه تاکتیکی تفاوتی به لحاظ استراتژیک وجود ندارد. هر دو مفهوم و هر دو مقوله در مؤسسان چهارم ارتش آزادی بخش ملی ایران در یکدیگر ادغام شدند. ولو اینکه این ارتش، خوب دقت کنید، ابتدا این ارتش، ارتش قیام، ابتدا نه فقط سلاح سنگین
بلکه سلاح سبک هم نداشته باشد و با تیمها و دسته ها و یگانهای پراکنده و جداگانه دست به کار شود. اما در هر حال اینها به لحاظ استراتژیک و از بابت ساختاری ارتش آزادی بخش هستند. دقیقاً تئوری که منطبق میشه با کانونهای شورشی. سال 1992 همون موقع هم تئوری هزار اشرف رو مطرح کردند. من میخوام بگم که وقتی تعادل قوا بر علیه رژیم میچرخه و مقاومت گسترش پیدا میکنه و رژیم در نقطه ضعف قرار میگیره، دیگه فضا برای آغاز قیام ها و فعالیت کانون های شورشی به طور گسترده باز میشه و این کار امکان پذیر میشه. بنابراین به طور روشن و واضح من فکر میکنم که ما نقش آفرینی کانون های شورشی رو اولین بار همینطور که پیش بینی شده در قیام 1396 دیدیم که میخواستند که میتونست کار رو در واقع تموم کنه اگر کانون‌ها قوی تر بودن. بعد ما دیدیم که کانون‌های شورشی شکل گرفتن که همونطور که گفتم به طور استراتژیک تداوم خط ارتش آزادی بخش بود. بنابراین من به نظر میرسه که هموطنان پشت خط هستن و من نمیتونم بیشتر از این ادامه بدم. اگر فرصت بود ادامه خواهم داد. بنابراین تا اینجا من بحثم رو جمع‌بندی میکنم. خواستم بگم که شکل‌گیری کانون‌های شورشی به اصطلاح ضرورت این مرحله بود، کاری علمی بود و به همین دلیل بود که اینطور تونستن رشد کنن، خود به خودی و تصادفی نبود و تداوم استراتژی ارتش آزادی بخش برای این دوران بود. این دوران هر هیچ استراتژی جز کانون‌های شورشی موفق و پیروز نخواهد شد. هر کسی به توانی خالصانه، صادقانه، صمیمانه پرداختی میکنه، اما در کنار همه این پرداختها و فداکاریها یک نکته بسیار بسیار برجسته و چشمگیر بود و اون حضور گسترده و کیفی اعضای قهرمان کانونهای شورشی. این بیان احساسات قهرمانی های این کانونهای شورشی خودش نشون میده که اون بذری که کاشته شد گل داده و مژده سرنگونی میده و به اون امید هستیم. اگه اجازه بدین من کمک هایی که از شهر هامبورگ شده فکر کنم سری دوم یا سومی که از دیروز بچه ها میان و اعلام میکنن خدمتتون عرض کنم. دکتر حمید 50,000 یورو، نادر مرادی 300 یورو، خانم و آقای نیکمسلک 100 یورو، فرید حیرانی 100 یورو، رحیم بابازاده 400 یورو، فریبرز راکی 600 یورو، خانم پروین پیرنیا 100 یورو، امیر پیرنیا 400 یورو، کامبی 100 یورو، مادر بزرگوار مادر شجاعی 50 یورو، پدر یحیای عزیز 50 یورو، پدر امیر شجاعی رو که خودتون در جریان هستین و سیما هم اعلام کرد هفته های گذشته فوت کردن و دخترشون به طور سمبولیک 100 یورو از طرف پدر امیر دادن، نصرت آهنگران 50 یورو، حسن محمدی 100 یورو، آرش 30 یورو، ویدا 300 یورو، سید خلیل 20 یورو، مجید اسماعیلی 50 یورو، مجید 20 یورو، ساسان 300 یورو، فرهاد 50 یورو، فرنام 100 یورو، جمعی که من دارم 53,050 یورو هست که تقدیم می‌کنم. یه کمک جمعی رو از فلوریدا اعلام می‌کنم. حسن طالبی 300 دلار، رضا سمایی 350، بهمن 100 دلار، بیتا 200، مولا 2000 دلار و 2000 دلار هم کمک جمعی کرده. امیر مرادی 1000 دلار، من خودم 10,000 دلار، منوچهر کرمی 2000 دلار و نوه من رایانم 5 دلار. با درود به همگی شما، خدا نگهدار. جمعش میشه 17,955 دلار. جوانهایی که امروز من دیدم واقعا اصلا برانگیخته شدم که جوانهای خدایا خداوند خودت کمک این جوانها کن در از داخل ایران و در خارج از ایران با کانونهای شورشی. و واقعا اینا شورشیانی هستن که آزادی سازانن. احسنت. درود بر همه شما. فقط زیاد صحبت نمی کنم،
من با عرض معذرت فقط این کلی مبالغی که بنده افتخار اینو داشتم که اعلام کنم در برنامه سیمای آزادی اعلام میکنم. کیوان بهترین دوست من افسانه و کیوان، نادر، یحیی، عباس، امیر، سعید، منصور، ماشاءالله و دوست دیگر من از ونکوور هستن که جمع تمام اینا 11450 دلار هست. زیاد وقتتون رو نمیگیرم، خواستم بگم که این گریزان یک رفراندومی بود که در دنیا تکه، یعنی در هیچ جای دنیا مثل این رو ندیدم که مردم رأی خودشون رو با جون و مال خودشون، درود بر شما، همه در صف می ایستن، منتظر میمونن تا رأی خودشون رو بریزن توی صندوق. درود بر شما. این نمودار عظمت و قدرت مقاومت ایران و زحماتی است که شماها از ابتدای کار کشیدین تا نفس این رژیم منحوس ولایت وقیه رو گرفتین و داره نفسهای آخرش رو میکشه. چون وقت کمه، من خواستم همیاری دوستانی که این افتخار رو به من دادن به اطلاعتون برسونم. همایون از ویرجینیا 6000 دلار، عارف از مریلند 1200 دلار، کاظم غلامی کشتیگیر معروف و دوست عزیز ما که یکی از قهرمانان شناخته شده ایران در رشته کشتی بود، مبلغ 3000 دلار. همچنین شهرام همایفر از فوتبالیست های ایران، مبلغ 2200 دلار و 1000 دلار هم از طرف خودم خواستم که کمکی همیاری باشه به این سیمای آزادی. برادر شریف، قبل از اینکه من صحبتام رو شروع کنم میخواستم یادی بکنم از دوست و برادر عزیزم و اشرف نشان محمد نوربخش که از میان ما پر کشید. احسنت جاش خیلی خالیه و از صمیم قلب به شماها و به همه یاران مقاومت تسلیت میگم و میدونم که اون الان جاش در کنار جاودان فروغ هاست به خاطر اعمالش، رفتارش و کمک هایی که به این مقاومت میکرد. و چه کار نیکویی کردی همینجا رضای عزیزم. منم این شانس رو داشتم که با ایشون اون موقعی که میتونست کلماتی صحبت بکنه تلفنی صحبت کنم و واقعا اشرف نشان همیار استوار، واقعا یادش به خیر، اگرچه که به خیر خواهد بود. محمد نوربخش، واقعا چه کار زیبایی کردین شما رضای عزیز. بله بفرمایید. من میخوام شروع حرفم رو با صدای خود برادر مسعود یه تیکه کوچیکی بکنم که این حرف رو زدن. بیچاره شب نزن، تیغ به کف، خلخل غم، با سلاله خوشی و با نخلی من چه خواهم کرد؟ احسن. بله برادر شریف. بله، با سلاله خورشید و نخل ایمان چه خواهند کرد؟ زیبا، چقدر شما واقعا زیبا صدای برادرمون رو پخش کردید. درود بر شما. خواهش میکنم. من خود من موقعی که از کانونهای شورشی صحبت میکردن با این صلابت، با این غرور، با این شفافیت، واقعا احسنت گفتم به برادر مسعود و خواهر مریم و تک تک شماها که تونستید در دنیای خمینی، در دنیای آخوندهای دجال و دروغگو بتونید چنین سازمانی را گسترش بدید و چنین کانونهای شورشی و با این استراتژی که خود شما معرفی کردید اینا را شکل بدید و مردم ایران را امیدوار نگه دارید. تعدادی از دوستان و اشرف نشانان که وظیفه اعلام کمکاشون رو به من کردن اعلام میکنم. بفرمایید. یک برادر محمد آلاباما 500 دلار، برادر مهدی از کالیفرنیا 900 دلار، نسرین دختر خودم 1000 دلار،
محمود از نیویورک 1000 دلار، دکتر نادر از کنتاکی 4800 دلار، کمال از ویرجینیا 2500 دلار، فرشید از کالیفرنیا 5000 دلار و جمعاً 15700 دلار. و من در این نقطه تجدید عهد میکنم با شما، با رهبری سازمان و با کانونهای شورشی که هرچه در توان دارم تا سرنگونی رژیم هیچ کوتاهی نکنم. دو تا از هواداره قدیمی و بسیار خوبی که در همه صحنه ها حضور دارن و یار و کمکیار مقاومت بودن رو من همداریشون رو اعلام میکنم. برادر بسیار عزیزم حسن سلطانی 150000 دلار و برادر اون عباس از آریزونا 20000 دلار که جمعاً 170000 دلار میشه. انشالله که خداوند یار همه این حامیان باشه و نسل مجاهدین این دعایی که ورزشکارای زورخونه‌ای که میدونید در واقع زمینش مقدس ترین زمین ورزشیه تو در واقع سنت های ما، میگن نسل مجاهدین زیاد و دشمناشون که کسی جز حاکمان جنایتکار نیستن نابود. شاد و سربلند باشید. تو این یکی دو روز و حتی که توی سالهای قبل تو همیاری‌های قبل هم این یه چیز اثبات شده بود، الان خیلی خیلی بیشتر این مسئله اثبات شد که یک رسانه کاملا مستقل از نظر مالی و تنها پشتوانش خلق قهرمان هستش. تو همچون میبینیم که تو از توی ایران کانون‌های شورشی و مردمی که واقعا نون شبشون ندارن شده کوچکترین وسیله‌ای که داشته باشن میفروشن و کمک میکنن به این مقاومت که بتونن این رژیم رو هرچه سریعتر سرنگون کنن. همیاری چند تا از دوست خواهران و برادران را اعلام میکنم. برادرمون محمد و مجید و خواهرمون نرگس آتاوا مجموعه 9600 دلار کانادا و یکی از هموطنانمون به اسم فاطمه 200 دلار و خودم هم 1100 دلار تقدیم میکنم به مقاومت. و در آخر هم بعد اینو میگم که میخوام این اعلام کنم که ما تا آخرش ایستاده ایم و با شما هستیم تا روزی که این رژیم پابگور رو سرنگون کنیم. انشاءالله. و در آخر هم میگم حاضر حاضر حاضر